أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. این آیه کریمه که ضرورت نبوت عام را تشریح میکند، مهمترین مقدمش همون وجود اختلاف و ضرورت حل اختلاف است. تا کنون در طی این فصول گذشته ثابت شد که انسان گرچه فطرتی دارد الهی و هماهنگ با یکدیگر، ولی این فطرت چون دور از حس است و منزله دفینه است و طبیعتی دارد که به عالم ماده نزدیک است و انسان از راه حواس با عالم طبیعت در ارتباط است و مقتضای این طبیعت بهره برداری و استثمار است، خواه از موجودات بی جان و خواه از موجودات جاندار. انسان همونطوری که از معادن بهره میگیرد و از گیاهان بهره میگیرد و از حیوانات بهره میبرد، میکوشد که از هم نوع خود هم بهره ببرد و این استخدام و بهره برداری در طبع هر انسانی هست. گرچه فطرتش برخلاف این است، ولی طبیعتش به این سمت متمایل است و چون تنها نمیتواند زندگی کند، ناچار به یک تمدنی تن در می دهد. این تمدن یعنی اجتماعی بودن، نه یعنی متمدن و بافرهنگ بودن. اون متمدن و بافرهنگ بودن مقتضای فطرت انسان است، نه مقتضای طبیعت. اگر این طبیعت و فطرت همتای هم بودن و با هم ظهور می کردن، یا ظهور فطرت بیش از ظهور طبیعت بود، مسئله با آسانی حل می شد. ولی چون طبیعت به حس و ماده نزدیکتر است و زودتر از فطرت شکوفا می شود، از این جهت زمام کارهای انسان را طبیعت به عهده می گیرد و نه فطرت. بنابراین اختلاف امرش ضروری و حل اختلاف هم ضروری خواهد بود و هیچ عاملی نمی تواند این اختلاف را حل کند مگر چیزی که ذاتاً از گزند اختلاف تخلف مسون باشد، نه خودش از واقع تخلف داشته باشد اولاً و نه در متن او اختلاف داشته باشد ثانیاً، چون هم تخلف هم اختلاف راهزن است و اون صراط مستقیم است و اون دین الهی است که نه در او تخلف از واقع است و نه در او اختلاف. لذا خدای سبحان دعوت به تأمل در قرآن کرد، فرمود اگر این کتاب از نزد غیر خدا بود در او اختلاف راه پیدا می کرد، لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، چون اختلاف ندارد پس من عند الله است. عمده آن است که در بحث‌های قبلم به عرض رسید، اون چه که بشر را وادار می کند به این که به نبوت تن در بدهد، این است که اختلاف او ضروری است و حل اختلاف هم ضروری است و هیچ چیزی رافع اختلاف نیست الا دین. و چیز دیگری که بشر را گرفتار کرده است اختلاف در دین است، که این اختلاف در دین به وسیله علما است. از این به بعد هر خطری هست به عهده وارثان پیامبر است. اونها که وارثان پیامبرند باید بکوشن که همه دین را ارث ببرند و همونطوری که انبیا آمدن اصولا برای رفع اختلاف، وارثان انبیا هم باید بکوشن برای رفع اختلاف.
هر جا اختلاف دینی هست تا یک عالم در بین است و قرآن کریم به این گونه از اختلاف ها خیلی هشدار داد، فرمود از اون روزی بترسید که بعضی ها صورتشون سیاه می شود. این یک تهدید ضمنی به تسوید وجه است. فرمود از عذابی بترسید که در روز عذاب عده‌ای صورتشون سیاه خواهد شد. شما وقتی ملل و نهل را مطالعه می کنید می بینید نوع ملل و نهل دو جلده. جلد اول ملل است که انبیا آوردن، جلد دوم نهل است که علما آوردن. یعنی کسی که در زی عالم است مقدار اصطلاحات یاد گرفت و اهل دنیا شد که اشترب الحیات الدنیا بالآخره، اونگاه برای جعل مذهب آماده است، از بهاییت گرفته تا وهابیت و از وهابیت گرفته تا بهاییت. هر جا سخن از اختلاف در دین است پای عالم در کاره و قرآن کریم هم این اختلاف مذموم را بازگو میکند و میفرماید منشأ این اختلاف کسانی هستند که در اثر بغی و ظلم اون علم را ابزار دنیا قرار دادند و سرمایه خود را که حیات ابدی است از دست دادن که خسیر انفسهم. اونگاه معلوم می شود این که خدای سبحان ادعا شد فرمود انبیا عموماً و خاتم انبیا علیهم السلام و علیهم السلام خصوصاً آمدن و چیزی به شما انسانها یاد می دهند که نه تنها نمی دانید بلکه توان فهمیدن اون را هم ندارید. انبیا نیامدن که راه را آسون کنن. تا شما بگویید بدون انبیا هم می شود این راه را طی کرد ولو با دشواری، انبیا آمدن راه را نشون دادن، انبیا آمدن راه را باز کردن و بدون وحی محال است کسی به مقصد برسد. این ادعای خداست. دلیلش در قرآن فرامان است و مهمترین دلیل های مسئله اختلاف. اما اصل ادعا در همون بحث های قبلی همین سوره مبارکه بقره گذشت، آیه 151 این بود که فمود کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه، بعد فمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه. یعنی نه تنها انبیا یه سلسله علوم و معارف یادتون میدن، بلکه انبیا چیزی به جوامع بشری یاد میدهند که اگر وحی و نبوت نبود محال بود بشر به او راه پیدا کند. نه تنها انبیا آمدن زره بافی را چون داوود یاد بدهند و علن ناله الحدید، نه انبیا آمدن که سفینه سازی را به مردم یاد بدهند و اصنع الفلک باعیننا، نه انبیا آمدن که کارهای شاگردان سلیمان سلام الله علیه را به بشرها یاد بدهند تا کسی بگوید این کارها گرچه دشوار است ولی بالاخره نیلش ممکن است. اینا متعذر نیستند گرچه متأثرند. انبیا آمدن که انسان را از اختلاف و خودخواهی نجات بدهن که اگر انبیا نبودن ممکن نبود بشر دست از اختلاف بردارد. فمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه. تو بحثای قبل این جمله مکرر بحث شد که ما لم تکونوا تعلمونه غیر از ما لا تعلمون است، نفرمود و یعلمکم ما لا تعلمون، فمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه. این کانه منفی اون زمینه را سلب می کند، یعنی چیزی به شما یاد می دهند که مقدورتون نبود و نیست و نخواهد بود که یاد بگیری. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه، چون قرآن کتاب ابدیست الی یوم القیامه زنده است، هر روز این حرف را دارد. این مربوط به 14 قرن قبل نبود تا انسان بگوید بشر اون روز نمیدانست. هم مال الان است، هم مال 14 قرن بعد است، هم مال 1,400,000 قرن بعد است و آگزا. تا بشر هست این آیه هست.
هر جا علم ترقی بکند باز خدا میگوید انبیا عموما و رسول خاتم علیهم السلام خصوصا آمدن که چیزی به شما یاد بدهند و یاد دادن که شما نمیتوانستید و نمیتوانید و نخواهید توانست یاد بگیرید و اون مسئله حل اختلاف است. چیه که انسان را از حل اختلاف باز میدارد؟ دنیای غیر اسلام را که میبینید درنده خویی است، اون که دیگر به حد بیان الغیر رسید، اون نیازی به تشریح ندارد. تنها چیزی که انسان را باز می‌دارد از اینکه پا روی هوس بگذارند در روستا یا شهر یا شهرک یا بخش یا غیر بخش به جان هم نیفتند، ترس اینکه مبادا در قیامت با صورت سیاه محشور بشن. همین، این را اگر از جامعه برداری مثل همون گلابی است که از برگ گل گرفتید بقیه توفاله است. همین مسئله که مبادا صورتمون در قیامت سیاه بشود ما را وادار میکند که اگر دیم رفیق من ترقی کرد خب بگیم بسیار خوب، کاری که از دست ما میخواست انجام بشه از دست او انجام شد، الحمدلله رب العالمین، هم کار انجام شد هم ما به ثواب رسیدیم. این که گفته شد انما یجمع القوم الرضا و السخط، این که گفته شد من رضیه به فعل قوم فوق منهم، این یه حدیث شریفی بود که قبلا شاید توجیهش آسان نبود اما الان خوب آسان است. معنای این حدیث شریف این است که اگر کسی کاری را در جامعه انجام میدهد دیگری راضی به این کار باشد در تمام ثوابهای او سهیم است. خب حل این مسئله کار آسانی نیست. خب کسی مسئولیتی را در روستا یا شهر قبول کرده، وجیه المله شده، خدماتی ارائه میدهد، مورد استقبال مردم هست، شب و روز دارد کار بکند، دیگری به کار او راضی است، خب چرا در ثواب او شریک باشد؟ مقدار کمی ثواب ببرد، چرا در تمام ثواب او شریک باشد؟ قبل از انقلاب شد انسان معنای این حدیث شریف متوجه نمی شد که من رضیه به فعل قوم فاو منهم یا انما یجمع القوم الرضا و سخط. اما بعد معلوم شد که اگر دو هم درس دو هم دوره، یکی وجیه المله شد مسئول کارها شد، دیگری کارشکنی نکرد، او را تأیید کرد و راضی به کارهای او بود، نه هیچ محظوری بین علمای اون منطقه پیش می آید، نه بین مردم، نه بین مسئولین، نه بین کارگزاران، نه بین خود این شخص اون شخص، و کارها هم بهتر پیش نبرد. اون کسی که مسئول از کارها را به عهده دارد یک کمی زحمت می کشد. این هم دوره و هم فکر با هم در صبح را خوندن و این دومی که منزوی شده اگر فاضل نباشد لاقل همسان اوست، ولی این پا روی نفس گذاشته و این اهرمن رو رام کرده، گفت من خواستم خدمت بکنم، خدمت داره به دست دوستم انجام میشه، حالا من چرا کارشکنی بکنم؟ چون دومی کارش سنگین تر از اولی است، اگر ثوابش بیشتر نباشه یقینا کمتر نیست، چون خیلی هنر میخواد که انسان ببیند هم دوری او ترقی کرده است و او مشهور نشو و هیچ نامی از اونی. اگر کسی بتواند روی این هوس پا بگذارد، اگر قوی تر از دیگری نباشد در ثواب لاقل همتای اوست. انما یجمع القوم الرضا و السخط، و یه کار آسانی نیست و این در مکاتب بشری نیست. تنها ترس از روسیاهی است که انسان را راضی میکند، میگه حرف نزن، میگه چرا اختلاف میکنی، کار را باید انجام بدیم، حالا یا من یا تو. حالا قرائت کنیم آیاتی را که میگوید از روزی به ترسید که صورت ها سیاه میشود. این رو به علما میگه، اختلاف عوام به وسیله علما حل خواهد شد. اون اختلاف های عادی است که احیانا با مسائل کیفری یا غیر کیفر اگه موعظه حل نکرد حل میشود، اما اختلاف گروهی، اختلاف دستبندی، اختلاف دینی به عالم منتهی میشود. لذا در همه موارد یا گاهی می فرماید به این که نکند رای که بنی اسرائیل رفتن شما بروید، گاهیم می گوید بترسید از روزی که صورت ها سیاه می شود. حالا این آیات بخونیم ببینیم این که خدا فرمود وحی به شما چیزی یاد می دهد که شما خودتون نمی توانید یاد بگیرید ناظر به چیه؟ آیا ناظر به زره بافی داوود است؟ آیا ناظر به سفینه سازی نوح است؟ اینا هست ولی اینا گوشه کار است.
آیا درباره تقسیم ارث است که ما چگونه ارث تقسیم کنیم؟ هست، ولی اون گوشه کاره. درباره تقسیم ارث فبود به این که این نحوهی که خدا میراث را بین ورثه تقسیم کرد شما کم و زیاد نکنید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما که نمیدانید کدام وارث به حال شما سودمندتر است. مبادا کسی را بیشتر و کسی را کمتر بدید. بشر نمیداند که ارث را چگونه تقسیم بکنند. او نمیداند این پسری که فعلا به او کم داده است از او فرزندهای صالحی به بار میآید که همه اجداد به برکت او بخشوده میشود. چه میداند؟ یا اون دختری را که از ارث محروم کرد یا به او کم ارث داد از او چه فرزندان صالحی به بار میآید؟ او که نمیداند. فرمود شما دست به ارث نزنید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، این طوری که خدا تقسیم کرد تقسیم بکنید. این قسمت هست ولی اساس اینا نیست. همه این موارد را خدا فرمود ما به شما یاد دادیم، اگر وحی نبود رسالت نبود شما یاد نمی گرفتی. اینا درست، اما اون زیر بنا که جامعه را نگه می دارد اون اتحاد است. فرمود اگر وحی نبود ممکن نبود بشر بتواند زندگی تمدنی داشته باشد، به جان هم می افتد. و این هم که می بینید در غرب یا شرق یه مختصری از آرامش بحری دارن، اینا همه اون قوانینه مردمی و دنیایی اسلام را گرفتن، اون قوانین الهی را رها کردن. باز اگر چهار تا برکتی در غرب یا شرق است مهمان وحی هم. این چنین نیست که حمایت از فقرا و امثال ذالک از خود مارکس و امثال ذالک برخواسته باشد. که اینا آمدن در کنار سفره انبیا حرف ها را بررسی کردن، اون بعد الهی قضیه را ترک کردن و اون بعد مردمی را گرفتن و این راه را طی کردن. الان هم اگر چهار تا قانون بشری به نام حقوق بشر در عالم مطرح هست در کنار سفره انبیا گرفته شده. اینطور نبود که اول مکتبهای الهادی باشد بعد اسلام، اول اسلام بود بعد مکتبهای الهادی آمده. اینا آمدن حرفای مردمی رو گرفتن، حرفای الهی رو رها کردن. چرا؟ اگر چون که 100% پیاده نشد، قسمت مهمش پیاده شد. این که شما میبینید الان در غرب یک آسایش نسبی هست، در شرق یک سکوت نسبی هست، در منطقه اسلامی آرامش بیشتری هست، همه به همه برکت انبیاست. منتها اونها یه بخش مردمی رو گرفتن و تا حدودی آرام کردن و مسلمین قسمت مهم سعی کردن بخش مردمی و الهی هر دو رو بگیرن. و اگر نبود وحی و این قوانین توزیع و تولید و مصرف متعادل، هرگز بشر رو پا خود نمی ایستاد. تمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اونگاه یک شماره اجمالی و یه عبور اجمالی نسبت به آیات اختلاف بکنیم، ببینیم اختلاف قبل العلم بسیار مقدس و محمود است و اختلاف بعد العلم باعث روسیاهی قیامت است. اختلاف قبل العلم انسان را محقق بار می آورد. تا انسان چیزی برای او حل نشد نباید بپذیرد. این روح تحقیق و پژوهش وقتی در انسان‌ها هست، دو محقق که کنار هم قرار گرفتن با تضارب فکر ممکن است مدت‌ها اختلاف داشته باشند و این اختلاف زمینه حل بسیار از مسائل پیچیده است. بعد این اختلاف ها به یک اتحاد منتهی می شود، هر دو به یک نتیجه می رسند. وقتی به قله اتحاد رسیدن و به قله حق رسیدن، از اون به بعد اگر کسی بخواهد به غلطت به طرف دره سقوط حرکت می کند. بعد علم اگر کسی بخواهد اختلاف کند، مثل اون سالکی هستند که هم پای هم به قله کوه رسیدن، دیدشون وسیع شد، یکی عمدن خود را از بالای کوه به اون سمت در رفعت کرده است. در همین آیه محل بحث، یعنی آیه 213 سوره بارکه بقره، فرمود به این که مردم یک گروه بودن، حالا البته چون بعد در این بازگشت مجدد تک تک این کلمات نورانی بحث می شود که منظور از ناس چیست، امت چیست، واحد بودن چیست، آیا زمان است آدم بود، بین است آدم حضرت نوح بود، کی بود. ولی در این آیه که محل بحث است، فرمود به این که خدا نبیین را به عنوان تبشیر و انذار فرستاد و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، که این اختلاف محمود و اختلاف مقدس و اختلاف قبل العلم است.
وقتی انبیا آمدند و حرفها را ارائه دادند، از اون به بعد عده‌ای که فهمیدن حق کدام است باطل کدام است، از اون به بعد دایه اختلاف داشتن. و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیاً بینهم. این اختلاف مذموم است که منشأش بغی و ظلم است. در سوره مبارکه آل عمران هم این مضمون هست که اگر خدای سبحان مهلت نمیداد و برای آزمون اینها را نگه نمی داشت، به عمر و حیات همه خاتمه می داد. منتها از بس اختلاف بد است و زمینه نزول عذاب را فراهم می کند. منتها مقدر الهی این است که اینها باشند تا امتحان بشوند. فرمود ما انسانها را برای اتحاد و وفاق آفریدیم و عده‌ای بعد از علم دم از اختلاف زدن. آیه 19 سوره آل عمران این است که ان الدین عند الله الاسلام و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. این چنین نیست کسی بگوید اختلاف نظر است، این بهانه است. زیر هر اختلافی اون هوس و هوا هست. برای توجیه هوس و هوا میگوید اختلاف نظر هست. اگر اختلاف نظر هست، شارع مقدس در زمینه اختلاف نظر راهی داده است. گفت اگر شما اختلاف نظر دارید، اگر با علم وجدانی برای شما ثابت شد، خب به اون آقا اقتدا نکن. اگر با علم وجدانی نیست، با اجتهاد است، حتی می توانی به او اقتدا کنی. آیا شارع برای مورد اختلاف نظر قانون جعل کرد یا نکرد؟ نگفت وقتی اختلاف نظر داری راه دیگر برو. گفت اگه اختلاف نظر داری او هم مجتهد است، به او اقتدا بکن. در خیلی از مسائل این چنینه. مگر اینکه علم وجدانی داشته باشید، نظیر مسائل ریاضی که راه او باطل است. این گونه از علم وجدانی که در مسائل فقهی ما بسیار بسیار کم است. فمود به مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم و من یکفر به آیات الله فإن الله سریع الحساب. ضمناً اعلام عذاب هم کرده است. در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 103 به بعد این است. بعد از این آیه معروف که فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا، این واعتصموا بحبل الله جميعا در نوبت قبل بررسید، معناش نیست که همتون مسلمان باشید، همتون اهل قرآن باشید، همتون اهل عترت طاهره باشید. معناش این نیست. معناش است که با هم اهل قرآن باشید، با هم اهل عترت باشید. یه وقتی میگن همه تون بری زیارت کنید، خب یک کسی میره و زیارت میکند، وارد حرم میشود برمیگردد. یه وقتی میگن با هم زیارت کنید، نظیر نماز جماعت خوندن. اگر کسی بگوید من اهل قرآنم، اون بگوید من اهل عترتم، این کافی نیست. همون با هم اهل عترت باشید، با هم اهل قرآن باشید، با همین تناب رو بگیرید. و اعتصموا بحبل الله جميعا، باز تاکید کرد فرمود ولا تفرقوا، اون امر به جمیع و این نهی از تفرقه مثل آن است که فرمود با هم نماز جماعت بخوانید و نماز فرادا نخوانید. این امر به جماعت است و نهی از فرادا. یعنی اون که بگوید من خودم قرآن میخونم دستور اسلام عمل بکنم، این بگوید من خودم قرآن میخونم دستور اسلام عمل بکنم، تک تک باشد، این کافی نیست. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، همین دور هم بودن باعث پیدایش حسن مظنه است، بسیار از مشکلات حل میشود. اونگاه فرمود به این که این با هم بودنتون مانع و نباشد که امر معروف و نهی از منکر و امثال ذلک را کم بکنید و از دین مایه بگذارید. ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. بعد تبود ولا تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم. مبادا مانند پیشینیان از بنی اسرائیل مانند باشید که گرفتار تفرقه و اختلاف شدن بعد العلم، برای اینکه اونها عذاب عظیم دارن. خب چه عذاب عظیم هست؟ اون روزی که صورت ها سیاه می شود. و اولئک لهم عذاب عظیم، چه یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. این کدام کنایه است که ابلغ از تصریح نیست؟ فرمود اون روزی که صورت ها سیاه می شود ما عذاب می کنیم، یعنی عذابتون اینه. و
و اولئک لهم عذاب عظیم یوم یوم مفعول فیه هست، ظرف هست برای اون عذاب، گرچه اول آیه است اما مفعول فیه هست برای اون عذاب عظیم. اولئک لهم عذاب عظیم کی؟ یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. این ناظر به نحوه تعذیب است و تسود وجوه. فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوق العذاب ما کنتم تکفرون و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون. در سوره مبارکه انعام باز در همین زمینه پرهیز از اختلاف فرمود به این که این کتاب برای همین نازل شده است که شما به اختلاف اینا خاتمه بدید، برای اینکه اینا فعلا با همن، بعد به زندگی فرادا میرسن که در بازگشت به این زندگی فرادا از آیه سوره انعام استفاده خواهیم کرد. در سوره مبارکه یونس آیه 19 ها فرمود و ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم فیما فیه یختلفون. اگر نبود که قضا و قدر الهی این بود که ما اینها را مهلت بدیم و آزمون کنیم، اگر نبود به حیات همه این داعیان اختلاف خاتمه میدادیم. چون در سوره مبارکه اعراف آیه 24 فرمود که ولکن فی الارض مستقر و متاع الهین، شما برید زمین تا یه مدت معینی باید در زمین باشید. بالاخره در آیه سوره یونس فرمود که اگر اون قضا و قدر الهی نبود و اگر بنا نبود که اینا تا یه مدتی بمانند و امتحان بدن و از بین اینها یه انسان صالحی هم نشأت میگیرد، اگر نبود این صحنه، ما به عمر همه داعیان اختلاف خاتمه میدادیم. ولولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم فیما فیه یختلفو. در همین سوره مبارکه یونس در باره دعوت مردم به اتحاد و پرهیز از اختلاف آیه 93 این چنین فرمود ولقد بوانا بنی اسرائیل مبوع صدق و رزقناهم من الطیبات فمختلفوا حتی جاءهم العلم ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. البته بر بنی اسرائیل آمد اون چرا که پیش بینی نمی کردن که ضربت علیهم الذلت و المسکنه، اما منشأ همه اینها همون اختلاف. در سوره نه یه وقتی اون مقلدین یا دوست نادانن یا دشمن دانا، در همین مسجد اعظم وقتی امام دامز الله از اون تبعید برگشته بود، من دست همه مراجر میبوسم. اگر یک کسی در باره دیگران این حرمت رو قائل بشد، مقلد مقلد است، هرگز این کار رو نمی کنه. هر اختلافی هست به دیگری برمیگرده، نه به عوام بیچاره، مگر اینکه کسی خود را در کسوت تقلید بیاورد، او مردش جداست. این که فرمود تزاورو از امام سلام الله علیه، فرمود به زیارت یک دیگر برید، دیگر ترک نکنید. تزاورو فین فی زیارتکم احیاء لحادیثنا و احادیثنا تعتب و بعضکم ولا بعض، فرمود دور هم جمع بشید، به سراغ یک دیگر بروید، دیگر در دیدار و زیارت یک دیگر، چون عالمید. این چنین نیست که مسائل عادی مطرح بشود، حتما از سخن اهل بیت مطرح میشود. فرمود حرفای ما حرفای عادی نیست، در شما عاطفه ایجاد میکند، شما را به هم نزدیک میکند. و احادیثنا تعتب و بعضکم ولا بعض، این بیان نورانی است، امیر سلام الله علیه است. این کتاب نهج البلاغه را همه ما لااقل سال یک بار باید مرور کنیم. این کتابی نیست که اگر یک وقتی محرم یا امام جنازه خواستیم سخنرانی کنیم یا خطبه شو چند جمله انتخاب بکنیم. یک روحانی لااقل سال یک بار باید نهج البلاغه را مرور کند. در این کتاب نورانی حضرت فرمود به این که احدی در بین امت اسلامی مثل من داعی اتحاد ندارد، چون به احدی بیش از من ستم نشد، من حرف نزدم. نامی که برای ابو موسی نوشت فرمود فعلم، به ابو موسی فرمود فعلم لیس فی امت محمد صلی الله علیه و سلم رجل احرس علی جماعتها و الفتها منی، فرمود در تمام امت پیغمبر احدی مثل من نیست، چون حق من تضییع شد، ولی من بیش از همه داعی اتحاد دارم. بعد به دیگران در خطبه دیگر فرمود اگر کسی خواست با اختلاف به جایی برسد،
حالا این شخص در کسرت اهل علم است، بسیار خوب، میگه من آخرت نمیخوام، دنیا میخوام، بسیار خوب، ولی هست علی رو به عنوان عاقل که قبول دارد. فرمود اگر کسی خیال کرد که با اختلاف میتواند به نان برسد، این رو از کلش دور کند، نه به دنیا میرسد نه آخرت. حالا اگه آخرت نشد، دنیا رو که میخواد، اون که دای اختلاف دارد یقینا اهل آخرت نیست، دنیا میخواد. هست امیر هم یقینا درباره آخرت قبول ندارد، اگر آخرت قبول داشت که اون کار رو نمیکرد، که او رو به عنوان عاقل که قبول دارد. که فرمود محال کسی با اختلاف به نون برسه، فإن الله سبحانه و تعالی لم یعط بفرقتن احدا او احدا بفرقتن خیرا ممن مضا ولا ممن بقی. فبود نه در گذشته نه در آینده احدی با تفرقه خیر نمیبیند. این صریح بیان حضرت در نهج. فرمود اگر کسی خواست خود را از جامعه جدا کند که به نانی برسد، فرمود او امروز به نان میرسد، فردا به نار در همین دنیا. فرمود این رو من رو تاریخ نمیگم که تا شما بگویید تجارب تاریخ مال گذشته است، که آینده طور دیگر باشد. من این رو به عنوان این که به منزله جان پیامبرم از وحی خبر دارم میگم. لذا فرمود چه آینده چه گذشته. حالا گذشته رو ممکنه با تاریخ و تجربه گفت، اما آینده چی؟ فرمود فإن الله سبحانه و تعالی لم یعط بفرقت احدا خیرا ممن مضا ولا ممن بقی. خب اینه. و اگر کسی این روحیه را داشت، زمام دینشی که به شرط مقلد و شرط عوام نمیده، که ما وارث مراجع بزرگیم که تالی تل و معصوم سلام الله علیه هم. اینا دین را، حوزه های علمیه را، این کتب علمیه را، شیخ انصاری ها که اینا جانشینان راستین معصومیه ننوشتن. خب اینا در مرجعیت تعارف میکردن، یکی میگفت تو مرجع باش. سیر اینا را که همه تون میدونین، تاریخ اینا هم که مشخصه، استاد اینا، دوست اینا، شاگرد اینا، اینا کم نبودن و اینا حافظان دین بودن، وارثان دین بودن و الان هم به لطف الهی هستن. اون که میگه من دست ساره مراجع میبوسم، یعنی اجازه ندید کسی زمینه اختلاف و حد که حرمت برای کسی فراهم بکند. لذا همه مراجع در برابر او خضوع کردن. کدوم مرجع بود که به قانون اساسی رأی نداد؟ و یکی از اون اصول برجسته قانون اساسی رهبریت امامه. خب همه مراجع آمدن خضوع کردن. اگر کسی به قانون اساسی رأی داد، یکی از برجسته ترین قانون اساسی رهبری امام است، رهبری او را پذیرفت در این نظام اسلامی، ولایتی او را پذیرفت، اون تواضع این بازده دینی را هم دارد. اگر ما وارث این گونه افرادیم که اینها وارثان معصومین سلام الله علیهم اجمعینن، راه ما بود مشخص باشد. و در این آیات مثلا آیه سوره مبارکه آل عمران، کمتر کسی بخواند و وضعش عوض نشود، فرمود بپرهیزید از روزی که صورت ها سیاه خواهد شد. در همین سوره مبارکه هود بحث دیگری باز درباره دعوت به اتحاد و پرهیز از اختلاف کرده است. آیه 110 این سوره این است که ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم و انهم لفی شک منه مریب. فرمود اختلاف اونقدر بد است که اگر نبود قضا و قدر الهی، ما به حیات این داعیان اختلاف خاتمه میداد. در سوره مبارکه نحل آیه 64 اصلا به رسولش فبود من قرآن نازل کردم که تو به اختلاف ها خاتمه بدی، و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدا و رحمتا لقوم یؤمنون. از بس مسئله اتحاد و پرهیز از اختلاف مهم است که خدا در این آیه 64 سوره مبارکه نحل فرمود هدف اصیل قرآن حل اختلاف است. در سوره مبارکه شورا مسئله اختلاف را اینجوری مطرح فرمود، آیه 10 این است که مختلفتون فیه من شیئن فحکمو الالله ذالکم الله ربی علیه توکلت و الیه انیب. فرمود بالاخره یه مرجع هست برای حل اختلاف و اون خداست و دین خدا. همین رفت آمد، همین که ما در باره مشاهد ائمه السلام میگیم از السلام علیکم و مختلف الملائکه، یعنی جایی که فرشته ها رفت آمد میکنن، اون یکی سوال کرد اگه اختلاف رحمت است که اتحاد عذاب است. فرمود اختلاف گویی هم رفت آمد کنین، نظیر این که ما در زیارت ائمه عرض بکنیم السلام علیکم یا مختلف الملائکه، یا نه اون اختلاف قبل العلم است. مثل این بحثایی که هممون داریم، این اختلاف قبل العلم زمینه شکوفایی علم است و خوبم است.
نه اختلافی که برای روشن شدن حق باشد یقینا راه گشاست، چون قرآن و دین نور است، در نور تیرگی نیست. حالا بقیه آیات بخواست خدا میشون روز بعد. والحمد لله رب العالمین.